مانعی که من امروز داشتم صبح در روزنامه اعتماد، نمیدونم شما خوندید یا نه، آقای عبدی از اصلاح طلبان مقاله‌ای دارن در اونجا که مقایسه میکنن لغو کنسرت ها رو در حکومت اسلامی در ایران با لغو بورکینی در فرانسه. خب از اون مقایسه هاست که فقط از روشنفکران نظام برمیاد. ولی در اون مقاله ایشون میگویند که وقتی از صحبت از کنسرت ها میکنن در ایران که اینها به مخالفین کنسرت ها معتقدن که کنسرت در ایران، موسیقی در ایران زمین ساز سکولاریزم است، اگرچه در ایران سکولاریزم یک خواست عمومی نیست. خیلی ساده است در اینجا آقای عبدی، اگر شما فکر میکنید که سکولاریسم در ایران یک خواست عمومی نیست، یعنی لغو کنسرت، نه، لغو حکومت مذهبی در ایران یک خواست عمومی نیست، کمک بکنید انتخابات آزاد برگزار بشه، ببینیم که خواست عمومی چیست. حرف متین و معقولی است دیگه. دکتر نوری الا، من همیشه تصورم بر ابران این روزها، میدونی که سالگشت تولد در گذشت آل احمد در ایران مراسمی قرار برگزار بشه، اینجا و اونجا تجلیل بکنن از آل احمد و نقشش در انقلاب اسلامی. دوچبر من اصلا فکر نمی کردم که مثلا آل احمد مشروب خوار باشه، هیچ اعتقادی به اسلام نداشته باشه. خاطرات آقای دکتر نوریالا آمده وقتی بعضی وقتا به خانه آل احمد می رفته، متوجه موضوع شده که اون نه گرایش اسلامی داره نه گرایش مذهبی داره، ولی با همه وجود یکی از شخصیت‌های خیلی مؤثر در تاریخ روشنفکری ایرانی که علم یک نظام اسلامی رو برافراشته می‌کنه و مسئله غرب‌زدگی از این، یعنی موضوعی که این روزها مورد بحث ما بوده با آقای دکتر رامین پرهام. دکتر نوری‌الاقات، خاطراتون در این زمینه بگی، شاید هموطنان ارجمند بهتر بتونن آل احمد رو بشناسن. ببینید، من یادمه که وقتی کلاس دوم دبستان رفتم، کتاب فارسی که به ما درس میدادن رو باز کردم، یک شعری اونجا بود که این همینطور تو ذهن من همیشه بونده این همه سالی که گذشته. خط اولش این بودش که می باش طبیب عیسوی هوش، اما نه طبیب آدمی کش. من فکر میکنم که آل احمد جزو اون طبیبان آدمی کش بود، یعنی رفته بود یه مرضی رو مثلا برای جامعه ما تشخیص داده بود که ما رفته بودیم غربی بشیم اما غرب زده شدیم. خب تا اینجاش رو قابل بحثه که آیا این حرف درسته یا نه، ولی تشخیص این طبیب بود. اما نسخه‌ای که پیچید نسخه‌ای بودش که ما رو به این بدبختی و فلاکتی که الان درش هستیم وجود داره. در نتیجه بین خود آل احمد به عنوان یه آدمی که به اصطلاح جز روشنفکران ایران بود و اون نسخه‌ای که پیچید، تفاوت‌های عملی بسیاری وجود داشت. من هرگز در آل احمد تمایل اونجوری به مذهب ندیدم، حتی خودم زمانی مذهبی بودم به نظرم میومدش که آل احمد اصلا تو این باغا نیستش. و ولی نسخه‌ای که پیچید، حالا چرا این نسخه رو پیچید، از کجا اینو پیدا کرد، من مقدار زیادی مسئله رو مربوط به این می‌بینم که به هر حال از قاجاریه به این طرف قشر روشنفکر ما اکثریتش از درون، عرض کنم که، خانواده‌های روحانیت بیرون می‌آمدند و اینها تربیتشون یک نوع تربیتی بودش که به محض اینکه در یه بنبستی قرار می‌گرفتن و بر می‌گشتن به سابقه خودشون، یه مرتبه همچین نسخه هایی رو می‌پیچیدن. و شما اگر که شرح حال و یا شجرنامه روشنفکران صد سال گذشته رو مطالعه بکنید، می‌بینید که اینها اکثرا به خصوص وقتی که میرسیم به دهه 40 و نسخه پیچی ها شروع می‌شود، می‌بینید که همه اینها کسانی هستند که در دل خانواده‌های شدیداً مذهبی یا روحانی بار آمدن، در یه مرحله از عمر خودشون از اون سابقه به خیال خودشون بریدند
ولی بعد دو مرتبه یک چنین بازگشتی درشون به وجود اومده. یعنی شما خود آل احمد رو بگیرید، شریعتی رو بگیرید، آقای عرض کنم که احسان نراقی رو که بگیرید، می‌بینید اینا همه به اصطلاح آقازاده‌هایی بودن که آمده بودن در کسوت روشنفکری، ولی در اونجایی که میرسیدن به این که مسئله جامعه خودشون رو اگر تشخیصشون درست میبود باید حل میکردن، برمیگشتن به اون سابقه و اون نسخه رو میپیچیدن. بنابراین به نظر من احوالات شخصی و روحی آل احمد اهمیتی در قبال لطمه‌ای که او به کشور ما زده است نداره. آقای پرام، فکر نمی کنم شما آل احمد از نزدیکی شخص دیده باشی، نیست؟ به سن و سالتون نمی کنم. نه اصلا ندیدم، چون به هر حال طول عمر آنچنانی نداشت و تا اونجایی که من از پدر شنیدم و دیدم و اینها رابطه چندانی بابا با آل احمد نداشت اون موقعیم که زنده بود آل احمد، و بیشتر روشنفکرانی که با پدر رابطه داشتن خب همه میشناسید شما، ولی شاملو، ساعدی، اسماعیل عزیز که اینجا هستن، گلشیری، اینها بودن، دیگران هم رابطه بودن خب، ولی آل احمد نه. آل احمد نبود. خب آل احمد من هیچ وقت خونه ما من آل احمد ندیدم. نه. خب فکر کنید چی میشه که یک روشن فکری که نه انگیزه های مذهبی در وجودشه، نه به مذهب زیاد اعتقادی داره، نه مناسک مذهبی رو برگزار میکنه، حتی بالعکس مثلا اینجوری که آقای دکتر نوری الله میگه هر وقت که میرفتم اونجا بعد از ظهرها این بساط عرقش روی میز بود و بعد یعنی بحثا و گفتگوهای روشن فکرانه بدون مشروب میسر نبود، مشروب الکلی. خب ببینم که چی میشه که ناگهان یک روشن فکری با سلاح مذهبی علیه یک حکومت قیام میکنه. ببینید به نظر من سوال پیچیده و در جایی من گفتم که به نظر من اگر تا زمانی که روانشناسی به عنوان علم ادبیاتش و واژگان و مفاهیمش کاملا در کشور ما جا نیفته، و این خب زمان میبره چون تازه ما 20 سال پیش به این طرف شروع کردن گویا در ایران یک سری از آثار فروید و یونگ و ادلر و لکان و دیگران رو ترجمه کردن، خب خیلی چیز خیلی کمیه 20 سال واژگان و مفاهیم و ادبیات زبان یک علم بخواد جا بیفته خیلی طول میکشه. تا موقعی که روانشناسی جا نیفته ما به ابعاد واقعا مهم و گسترده از خودمون و از حیات سیاسی و اجتماعی و فکری و روشنفکریمون پی نخواهیم برد، چون خیلی از مطالبی که من میخونم از شریعتی یا از آل احمد یا از دیگران بیشتر به نظرم، گفتم اینو نوشتم در جای، بیشتر به نظرم بعضیش مربوط میشه به نقص فنی روح و روان اینها، یعنی مشکل وجود داره، مشکل اساسی است. ببینید این یه موضوعه، یعنی ما واقعا به یک زمینه فکری نوین در ایران احتیاج داریم، همچنان که در غرب از مدت‌ها پیش این شکل گرفته، البته از فروید به این طرف شکل میگیره، یعنی از اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 1905 سالی است ماندگار که فروید کتاب معروف خودش رو می‌نویسه در زمینه چیز تفسیر خواب و ناخودآگاه، یک قرن که در غرب ولی حسابی جا افتاده، شما دیگه کمتر پژوهشی جستاری در زمینه‌های مهم تاریخی نازیسم یا فلان فاشیسم امروز مسائل مختلف می‌بینید که یک فصل یا یک نگاه کامل روانکاوی و روانشناختی به قضیه وجود نداشته باشه. این در ایران هنوز به نظر من تا اونجایی که من می‌دونم وجود نداره. نکته دیگر این است که یه چیز دیگری برعکس در ما هست که ریشه واقعا قدیمی داره و اون به زبان خیلی ساده ریاکاری است.
یعنی اینکه و این ریاکاری واقعا مذهبی است، یعنی اینکه شما مرد رند ایرونی هم حافظ قرآن تو شعرش هستی که فکر کنم در حافظ اینو میگه، هم مرد رند ایرونی هم حافظ قرآن، یعنی قرآن رو از حفظ و احادیث و فلان از این حرفا، هم شرابخواره و هم نظرباز. این مرد رندی و این ریاکاری واقعا در چیز هست در به نظر من، متاسفانه نه تنها در میان سیاسیون ایران هست که در بطن جامعه هم هست و امروز بیش از هر زمان دیگری به اصطلاح تعمیق پیدا کرده در جامعه ایران. یکی یه زندگی اندرونی هست، یه زندگی بیرونی هست که اینها کاملا در بسیاری از ابعاد در تضاد با یکدیگر هستند و در ذهن ایرانی و در ذهن روشنفکری ایرانی گویا این ریاکاری بخشی از هویتش شده. بسیاری از مسائل رو در جلسات خصوصی میگن که هرگز در چیز نمیگن، در جلسات علنی یا در رسانه یا در جای دیگری بیان نمی کنند. این چوریست و این ریا واقعا ریشه مذهبی داره دیگه، ریشه چیزی دیگه نداره. اغلب از مارکس گفتن که دین افیون توده هاست. افیون های زیادی در جامعه روشن فکری ایران متاسفانه وجود داره، ولی این جمله مارکس رو فراموش کردن که در همون جستاری که میگه دین افیون توده هاست، یه چند جمله قبلش میگه که مذهب ذهن جوامع بی ذهن، اسپری د پپل سانز اسپری، به متن فرانسه، ذهن جوامع بی ذهن مذهبه. بدین معنی که ببینید ایمان، همچنان که دفعه پیش صحبت کردیم، خرد ورزی و ایمان، اینها دو تا چیز کاملا جداست. خرد همه چیز رو نمیتونه پوشش بده. به نام خداوند جان و خرد که از آن برتر اندیشه بر نگذرد، اندیشه تا یه جایی میگه، از یه جایی به بعد عرفانیست، متافیزیکه و این قابل احترام در هر فردی و در هر شخصی و ربطی به دیگران نداره. ولی مذهب یک دستگاهه، نه تنها یک دستگاه ملایی و آخوندیست، یک دستگاه حقوقیست، یک دستگاه فقهیست، یک دستگاه فکریست، یک دستگاه ارزشیست و یک دستگاه آداب و رسومیست. منظور مارکس این بود، در جایی که فرهنگ و ذهن و اسپری به معنی فرانسوی کلمه وجود نداشته باشه، جاشو مذهب پر میکنه. و متاسفانه در ذهن آل احمد هم باید فکر کنه که چنین بود، یعنی آل احمدی که هم ویسکیش هست هر روز یه میز، همین که میره به بیت الله و میشه حاج آل احمد. تشکر میکنم. حالا چیزی که من دریافت کردم از اون چیزی که از آل احمد خواندم، نوعی و اون چیزی که شنیدم دربارش، نوعی نفرت و انزجار از یه نظام سیاسی سعی میکنه به هر ترتیبی هست به این نظام لطمه بزنه. هر کس که کشته میمیره، مثلا صمد بهرنگی غرق میشه در رودخانه ارس به خاطر اینکه شنا بلد نیست، سریعا اون بیانیه منتشر میکنه و میندازه گردن نظام موجود در ایران. یعنی نشون میده که حتی وقتی میگن آقا این غرق شده، واقعا میگه میدونم، ولی وظیفه ما اینه که این اتفاق رو به گردن نظام بندازیم. و همین نفرت باعث میشه به یه نوع تفکر تخریبی برسه و تصور میکنه که از طریق سوسیالیسم و گروه های چپ نمیشه نظام موجود رو تخریب کرد، با اینکه سوسیالیسته، عضو نیروی سومه، طرفدار خلیل ملکیه. در مذهب و به ویژه در روحانیت یک اهرام نیرومند پیدا میکنه، یعنی فکر میکنه با این اهرام میتونه این رژیم رو جابجا کنه، این رژیم رو ریشه‌کن بکنه. من تصورم، یعنی از مجموعه خونده ها و دریافت ها و همینطور از اظهار نظر پاره کسانی که او را از نزدیک میشناختند و به افکارش آشنا بودند. آقای دکتر نوریالا بفرمایید.
بله، عرض کنم من البته هیچ تخصصی در روانشناسی و روانکاوی ندارم، ولی به عنوان یک شاهد وقتی که، یعنی بعدها وقتی که برگشتم و مروری کردم در آثار، عرض کنم که آل احمد، به نظرم اومدش که شاید مهمترین نقطه عطفی که توی کار او هست یه قصه ایه که او نوشته به نام جشن فرخنده. ما میدونیم که در دوران رضا شاه روز 17 دی که رفع حجاب میشد از زنان ایران، اون رو بهش گفتن جشن فرخنده، و آل احمد به عنوان یک مثلا نوجوانی که در اون روزها بوده شرح میده، پدرشون خب آیت الله بوده دیگه، شرح میده که در خانه اونها این واقعه چگونه گذشت، و این رو به شکلی نشون میده که آدم میبینه در اعماق روح این آدم مسئله این که رضا شاه آمده از سر مادر این حجاب رو برداشته و آبروی آیت الله رو برده آنچنان زخمی زده که این هیچ وقت نمیتونه اون رو فراموش بکنه. و من اوایل که با آل احمد آشنا شدم چیزی که برام عجیب بود این بودش که من میدیدم که این آدم، مثلا اگر که لغت فرنگیشو بخوایم به کار ببریم، یک آوانتوریست بود، یعنی اصلا به عواقب کاری که میکرد توجه نداشت. خود ماجرا عرض کنم که براش جذاب بود و کشیده میشد، و همین هم باعث این شده بود که خودش تبدیل بشه به یه آدم صاحب جاذبه، یعنی که یه آدمی بودش که بی‌پروا حرف می‌زد، بی‌پروا عمل می‌کرد، و در دورانی که به نظر من شجاعت به معنی مطلق قضیه، نه به معنی نیک و بد قضیه، مهمترین عنصر محسوب می‌شد، این به خاطر بیان مثلا صریحی که داشت میتونست اشخاص رو به خودش جلب بکنه. من یادمه که مثلا سه‌شنبه‌ها بعد از ظهر که در کافه فیروز جمع می‌شدیم، وقتی که آل احمد میاد میشست، کافی بودش که سه تا چهار تا جمله فقط بگه که همه ساکت شن و به اون توجه کنن، برای اینکه هیچ کدوم از اون حضاری که اونجا نشسته بودن جرأت و بیان اون حرفا رو نداشتن. بنابراین این ماجراجویی و اون زخمی که در روح آل احمد وجود داشت به نظر من در دهه 40 سر باز کرد و تبدیل به ماجرایی شد که او آفرید و بقیه دنبالشو گرفت. دو برام بفهم. من کاملا درک میکنم، انطباق میدم در ذهنم همونجور که صحبتهای نوری علیه عزیز میشنوم، با تجربه‌ام، با تصاویری که از 40 سال پیش برمیگرده تو ذهنم از دیگران، چون گفتم آل احمد ندیده بودم، ولی درسته، یعنی یک نوع خیره سری اگه بخوایم چیز اسمشو بذاریم وجود داشت. الان که آدم به عقب نگاه میکنه و به همون میزان که خیره سری زیاد بود در سر این روشن فکران یا خیلی هاشون لااقل، به همون اندازه اون چیزی که دفعه پیش بکنم صحبت کردیم که تعریف خیلی ساده و خیلی اقلایی و چیزی بدیهی است از روشنفکری، تعریف رایمون آران که میگه روشنفکر تولید کننده فکر، تولید کننده اندیشه است، در نتیجه قالب پیش ساخته ذهنی نباید داشته باشه، حالا این قالب میخواد مارکسیستی باشه، ماتریالیزم دیالکتیک باشه، یا متافیزیک مذهبی یا فقهی باشه، قالب پیش ساخته شما نمیتونید برای تولید فکر داشته باشید، تولید ایده داشته باشید، این در نقض قضیه است. به همون میزان که خیره سری زیاد بود، به همون میزان تولید اندیشه پایین بود، تولید فکر پایین بود. و اگر نگاهی میشد به راهی که ایران رفته از مشروطه تا بعد از 28 مرداد و دهه 40، تازه این دهه 40ی که آقای نوری علی عزیز میگن، میدونید دیگه، اینو خود فکر کنم طیب نیا از دولت روحانی گفته درخشان ترین دهه اقتصادی ایران بوده، یعنی بخش خصوصی ما
بدون اینکه پول نفت آقایان رو داشته باشه تونست بیش از 10 سال 12 سال ایران رو با رشد دو رقمی جلو ببره. این رو نسل اولم کرده بود، یعنی با مالیات تمر و چای و شکر راه آهن ساختن، پل ساختن، فلان 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 کارهایی کردن که بعضا رفته جزو آثار ملی ایران این بود. و اینها ذهن چیز نداشتن که روشن فکر به معنای تولید کننده یه فکر و ایده نداشتن و آری از پیش زمین های مذهبی و غیره که بیان ببینن اون چیزی که مثبته باید نگه داشته بشه و اون چیزی رو که میشه اصلاح کرد باید نقد کرد و نقد هم باید حتی الامکان بی‌طرف باشه. متاسفانه اینجوری شد دیگه. ببینید یه سخنی هست برای پایان این بخش از صحبتم از آنتونیو گرامشی که بسیار بسیار درسته. گرامشی میدونید تئوریسین و روشنفکر مارکسیست ایتالیایی و نظری پرداز مهم مارکسیست بود. گرامشی میگفت قبضه قدرت سیاسی لازمش در مرحله اول قبضه قدرت فرهنگی و ایدئولوژیکه، یعنی تسخیر صحنه ایدئولوژیک و فرهنگی یک کشور مقدم است به تسخیر قدرت سیاسی و این کار اتفاق افتاد در زمان پهلوی، در زمان شاه این کار اتفاق افتاد. اینها عرصه روشنفکری رو در ایران قبضه کردن. این قبضه نسبتا انحصاری تا به امروز هم ادامه داره و به نظر من دلایل زیادی داره بدون تردید. یک دلیلش ضعف من و امثال منه، من اینجا از خودم صحبت میکنم، به خودم اجازه نمیدم که کسی دیگری رو چیز رو اینجا ضعف از ما، ضعف از روشنفکری ملیست، ضعف از روشنفکریست که نیامد وسط و نگفت که مذهب میتواند بسیار مخرب باشد، مذهب میتواند از دیدگاه روانشناختی به کلام فروید، حالت فروید میگفتش که مذهب نوروسیسه، یعنی به یک نوع بیماری تشبیه میکرد. با این ضعف این روشنفکری که من خودم رو به اون متأثر از اون میدونم و نبود او در صحنه، صحنه رو خالی کرد برای امثال آل احمد و امروز عباس عبدی که اینها در ایران انحصار فکر رو دارند، دستگاه تولید کننده رضایت برای نظام هستن به تعبیر آقای ربیعی، بالشتک ضربگیر نظام هستن به تعبیر آقای سعید حجاریان که می آید و می گوید که بله مسئله کنسرت در ایران مثل مسئله بورکینی در فرانسه است، با این تفاوت که در ایران برای چیز کنسرت خواست عمومی، سکولاریسم خواست عمومی وجود ندارد. ببینید نه فقط با یک اندیشه کج شما روبرو هستید، نه فقط با یک سری کج اندیش، که با یک سری مرد رند روبرو هستید که فقط با منطق هم نمیشه باشون روبرو شد. آقای دکتر نوریالا، آخرین باری که آل احمد رو دیدید کی بود؟ آخرین بار من دو ماه قبل از مرگش بودش. من عرض کنم که عازم این بودم که برای یه دوره تابستونی برم به لندن و باش خداحافظی کردم رفتم. اونم گفت ما داریم میریم اسالم برای استراحت و اینها، که من وقتی که بر میگشتم توی هواپیمای ایرانر یه دونه روزنامه کیهان کنار صندلی من از مسافر قبلی باقی مونده بود، وقتی که باز کردم دیدم که خبر مرگ آل احمد رو دادند و عرض کنم که کانون نویسندگان تسلیت گفته بود و اینها. یعنی دو ماه میشدش که من ندیده بودم. اون چی که جالب اینه که آل احمد با این که یه نویسنده همجور که خودتونم گفت آقای دکتر نوریالا ماجراجو، گفته آقای دکتر پرهام خیره سر، شخصیتی بوده خیلی بی‌پروا حرفاشو میزده، بعد محافلی داشته، به کافه های تهران میرفت، کافه فیروز،
طرفدارانش میمد یا مرده میومدن میشنستن بحث میکردن، اغلب هم بحث هایی که صورت میگرفته علیه نظام موجود بوده در ایران در اون زمان، رژیم شاه. ولی جالبه که آل احمد همیشه حریم امنیتی هم داشت، یعنی هیچ وقت دستگیر نشد. درسته آقای دکتر نوریالی یا من اشتباه میکنم؟ بله نه خیر، هیچ وقت دستگیر نشد. من خودم یک بار شاهد بودم که در یکی از این سه شنبه ها وقتی که آمدیم بیرون از کافه فیروز، ایشون به من گفت تو ماشین داری؟ من گفتم بله. گفت میتونی منو برسونی تا خیابون کاخ؟ گفتم که چرا نه. سوار ماشین شدیم و رفتیم. گفت من امروز ماشینمو نیاوردم. و عرض کنم که رفتیم به دفتر مجله‌ای که مال آقای هویدا بود و آقای داوود رمزی سردبیرش بود. گفت من اینجا یه قراری دارم، اگر که میتونی 10 دقیقه بشین تو اتاق آقای، عرض کنم که داوود رمزی، من برم اونیکی اتاق یه صحبتی بکنم و برگردم. ما خب با داوود رمزی دوست بودم، با هم نشستیم گفتگو کردیم. آل احمد هم رفتش اونیکی اتاق. از اون اتاق من میشنیدم که صدای داد و فریاد میاد و بعدم با صورت برآشفته و این حرفا از اتاق آمد بیرون و گفت بریم. آمد سوار ماشین من شد، مدتی همینطور میغرید و این فحش میداد به در و دیوار و بعد به من گفتش که میدونی من با کی داشتم صحبت میکردم؟ گفتم که نه. گفتش که این مأمور ساواک بود که گفته بودن که ما میخوایم با تو حرف بزنیم، ولی محل قرار رو گذاشته بودن در این مجله و به من میگه که تو فکر میکنی که ما تو رو میگیریم زندانی میکنیم بزرگت میکنیم؟ ما به تو دست نمیزنیم، فقط یه شب که داری میری خونه ممکنه یه کامیون بزنه تو رو بکشه. یعنی عصبانی بود از این که نمیگیرنش. حتی من یادم نمیاد که کسی اون گرفته باشه، ولی من دریغم میادش که ما یک بار قضیه رو نبینیم. به نظر من با اینکه دهه 40 دهه رونق بود، دهه رشد اقتصادی بود، بسیاری چیزهای مهمی درش بود، ولی به نظر من آنچه که تصور میشد این بودش که میشد ایران رو مدرنیزه کرد، اما برای این ایران به سبک پادشاه قاجاری حکومت کرد. این تضاد رو تا ما نتونیم حلش بکنیم یا درکش بکنیم، به نظر من قضاوت های ما راجع به اون دوره یک قضاوت یک طرف است. دارم. یه بود دیگه قضیه هم به هر حال سبک ادبی آل احمدی که برخی از منتقدین براش خیلی ارزش قائلن، برخی البته انتقادهایی دارن. من خودم یکی از خوانندگان آثار آل احمد، قصه هاش مخصوصا، نه نظرات اجتماعی یادم دارم، نظرات سیاسی، غرب زدگیش مثلا با این همه عیب و نقصی که درش بود. خب از بازرچه آگه عبور میکنیم، با آقای نوریالا خدافزی میکنیم، باید برن دانشگاه. آقای نوریالا خیلی ممنون از حضورشون. قربان شما. رامین جان خدافز. اسماعیل عزیز خدافز. به امید دیدار. تا زود. خب همینم از بازرچه عبور میکنیم، برمیگردیم با آقای دکتر رامین پرام خواهیم بود. شما میتونید در برنامه با ما رو همراهی بکنید، شماره تلفن رو بر صفحه تلویزیون قرار میدیم، نظر شما رو هم حتما جویا میشیم. الان که بدنم رو شما صحبت میکنم، یک سلفیست آلمانی بوده و به اسلام گرایش پیدا میکنه و بعد تبدیل میشه به یکی از واعظان خشونت و کسی است که بنیانگذار پلیس شریعت در آلمانه، یعنی امر معروف و نهی از منکر. عواملش هم لباس مخصوص می پوشیدن، می رفتن در برابر دیسکوتیک ها، شبکده ها، قمارخانه ها مردم رو به راه راست هدایت بکنن و این خود این گروه پلیس شریعت ترس و وحشت ایجاد کرد. جالبه که دولت آلمان سکوت اختیار کرد، زیاد در مورد اینها شدت عمل به خرج نداد و بالاخره بعد معلوم شد که اون کسی است که از منابع مشکوک پول گرفته، چون مسجدی رو بنیان گذاشت در مونشنگلادباخ، یک مسجد رو دوائر فرهنگی درست کرد، دوائر فرهنگی اسلامی و جوانی 35 سال است ازدواج کرد، الان 5 تا بچه داره، 5 تا بچه، یعنی معتقد هست به زاد و ولد بسیار. الان داره محاکمه میشه، الان در دوسلدورف دارن رو محاکمه میکنن. یادم باشه در این باره با شما صحبت بکنیم. سرافیزی که خدمت رو گفتم آقای اسفنلاو، نگاش بکنید توی دادگاه، امروز دادگاه شروع میشه، این هیئت رو نبینه، هیئت سینگولی نیست که کراوات بزنه،
اول عرقچین میذاره سرش اینه. این بعد از اینکه مسلمان شد به این هیئت و شکل در آمد، عبا و عمامه، عمامه که نه، یعنی عرقچین میذاره سرش، عبا میپوشه و خشونت رو ترویج میده در بین مسلمانانی که مرکز اسلامی میرفتن. در جالبه که در دوره در مدرسه بوده بیشتر نقش دلغک رو بازی میکرده برای خندوندن بچه ها، یعنی دوست داشته بچه ها رو بخندونه، خیلی هم هنرمند بوده. بعد حضورت که از کنم، بعدم که میره رشته میکانیک میخونه، استخدامش در آتش نشانی، یعنی آتش رو خاموش میکرده، حالا آتش افروز شده. امروز دادگاهش همیارم شروع شد در شهر دوسلو. با آقای دکتر رامین پرهام عزیز هستیم. دکتر پرهام، دنیای عجیبی اصلا شده جونم، بفرم. بعد دنیا بسیار بسیار عجیب است، از این عجیبتر هم خواهد شد واقعا. این پیروزی دست راستی ها در آلمان، در منطقه شرق آلمان، حتی پسراندن حزب خانم مرکل، یعنی حزب حاکم، حزب نام جانشین افد، هم یعنی حزب جایگزین، یه حزب دست راستی علیه خارجی ها، علیه پناهجویان و و موفقیت بزرگی به دست آورد بعد از حزب سوسیال دموکرات که یک حزب سنتی است. اما عکس العمل راستای فرانسه هم جالب بود. خانم لوپن تبریک گفت. آقای گیرویلدر، اونم نسخه هلندی خانم لوپن، در هلند تبریک گفت. همینطور آقای اشتاخن در اتریش، اینا همه رهبران گروه های دست راستی هستن و امید دارن پیروز بشن و به کاخهای قدرت راه پیدا بکنن و خطری که اروپا رو تهدید میکنه از همینجاست. آقای دکتر بفرمایید. دکتر برام. بله ببینید، فکر میکنم در یکی از برنامه‌های پیشین بود که صحبت شد و اونجا اشاره کردم که یک امری هست شناخته شده و طبیعی. وقتی که یک فرد دچار به دلایل مختلف دچار مشکل میشه، با بحران روبرو میشه، یکی از اشکال رایج برخورد با شرایط سخت در نزد فرد اینه که فرد تو خودش میره به اصطلاح عمومی و میره دنبال معنی زندگیش، که زندگی من معنی دارد ندارد، چرا ندارد، اگر دارد معنی چیست، فلان اینا. در سطح جمع هم و در سطح جوامع هم شما نمیبینید. جوامع وقتی که دچار بحران میشن به هر دلیلی، میرن دنبال هویت جمعی خودشون، یعنی اون چه هویتی بوده است که در طول قرون از مجموعه این افراد جمعی کلان ساخته که بهش میگیم ملت یا بهش میگیم چیز. این واقعا در همه جوامع بوده و هست و خواهد بود، امریز طبیعی. در ایران هم این رو به اشکال مختلف میبینید که در شرایط بحرانی کنونی، به ویژه در نسل جوان، دهه هشتادی ها، دهه چیز، اینا میرن دنبال هویت خودشون، میرن دنبال این که ایرانی بودن چیست، ایرانی بودن یعنی چی، و زده شدن از اون هویت رسمی و تا حدود بسیار زیادی کاذب که بهشون تحمیل شده. در اروپا هم AfD که فکر میکنم، باید چک کنم، ولی فکر میکنم مخفف آلترناتیو فور دوتشلند هستش، یعنی آلترناتیو برای آلمان. و در اتریش که رای گیری یک سال پیش باید در همین ماه سپتامبر دوباره برگزار بشه، چون عالی ترین دیوان قضایی اون کشور لغو کرد نتایج انتخابات یک سال پیش رو، و در اونجا هم این احتمال هست که حزب دست راستی مخالف مهاجرین به قدرت برسه، و در فرانسه و در جاهای دیگر. ببینید این عکس العمل در آلمان رو به صورت خیلی مشخص میبینیم، یا در پشت برگزیت هم یکی از عواملی که خوابیده بود همین بود. این عکس العملی است که به شکل خیلی آشکار خودش رو بیان میکنه به صورت مخالف مهاجر، یعنی این بازگشت به هویت خود، هویت دیگری رو
قبول نمیکنه چون اشباع شده از حضور دیگری در کشور خودش و چون اشباع شده و با بحران مواجه میشه برمیگرده به اون هویت اصلی خودش. اینه که بله چون اینه و باید دید که در آلمان چه خواهد شد، پشت سرش در اتریش و چند ماه دیگه در فرانسه چه خواهد شد. و تا اون چیزی که واقعا برای من مهمه اینه که در ایران چه خواهد شد، چون به هر حال اینا کشورهایی هستن پیشرفته، قدرت اقتصادی دارن، قدرت علمی دارن، قدرت اطلاعاتی و نظامی دارن و به هر حال خودشون رو میتونجز بکنن. مسئله کشور ما مسئله دیگری است، چون در کشور ما عوامل متعددی دستن در کارند که حتی برخی از دستندرکاران خود دولت روحانی هم با همین مضمون این رو گفتن، بیان کردن تمدن ایرانی با خطر نابودی روبروست. اینه که برای من مهمه. یه جناحی هم در ایران هستن، یعنی احساس میکنید که میخوان ایران رو در دریای ماجراجویی غرق بکنن، تمام تلاششون همینه. اینا نه مدرسه نظام رفتن، نه درس خوندن، نه هیچی، ولی قدرت و اقتدار و پول و همه چیز در اختیار اونهاست و این روی ماجراجویی به قصد حفظ مقام و قدرت. یعنی فکر می‌کنن که اگر ایران به راه عقل و منطق سوق داده بشه، اونا قاعدتاً دیگه جای در ایران نخواهند داشت. اینا زمانی قدرت دارند که ایران در منجلاب بحران غرق بشه، مخصوصاً بحران مسلح. به همین لحاظه تمام تلاششون اینه که به هر شکلی از وضعیت در منطقه رو به صورتی در بیارن که ایران غرق در به اصطلاح یک دوره ماجراجویی. ببینیم روی خطوط تلفن. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. اجازه دارم چند کلمه صحبت؟ بله خواهش می‌کنم، بفرمایید، در خدمتتونیم. درود بر شما آقای فرهام. من سنم به سنی نمیرسه که آقای مرحوم آل احمد دیده باشم، ولی به دلایل کنجکاوی شخصی خودم از زمان شاهی کتابه ایشون ممنوع بود تا انقلاب شد کتابه آزاد شد تا امروز که این صحبت ها هست، از توی فامیل خیلی تحصیل کردم. شاید بدم نباشه یه روز اینا رو بنویسم. ولی اون که من شخصا آیدم شد اینکه عموما شما میدونین کسانی که نبوغی دارن بعضی هاشون یک شخصیت های اعتیادگونه دارن. آل احمد سوا این که انقدر الکل میخورد، حتی یکی از دوستان نزدیکشون که حتی من اسم نمیارم نیکنیمشون بوده خمره، ولی غیر از اون اعتیادی به سیگار شدید هم داشته که سیگار با سیگار روشن میکرده تقریبا روزی دو پاکت. ولی در آل احمد نبوغ نویسندگیش بود، ولی بعدن حالا خشمی شخصی شد. شما اگه تاریخ زندگی شخصیش رو نگاه کنید و مقایسه بکنید با نوشته هاش، میبینید بعد از سفرش اروپا و آمریکا که دکترای ایران اون رو به طور کل از بچه دار شدنش قطعی امید کردن، آل احمد از لحاظ روانی خیلی به هم ریخت و این موضوع رو نمیتونست حذف کنه براش به عنوان یک مرد. حالا اونم از خانواده آل احمد، چون شما اینو نمیدونیم، ولی خانواده آل احمد از ملاک های بزرگ به خرجاب هستن. و اینکه لیدر مذهبی بودن جایگاه خاصی بین مردم خودشون دارن، معتمد مردم بودن، خیر بودن، دست دهش داشتن، دست یتیم و مشاور مردم بودن. این یعنی یک رول مذهبیه. این شما این شارلاتانیسم خمینی دار و دستش رو با اون زمان قاطی نکنید. آل احمد از اون بکران نبود، هرچند که به دلیل شخصیت معتادواری که یه قدری هم زمینه ژنتیکی داره و مشکلی که در زندگی خودش پیش اومد به خاطر خشمی که داشت توی نوشتهاش نظرهای شاید افرادگونهی هم داده. تشکر. شما بنابراین این خانواده رو از نزدیک میشناختید؟ من از خون آل احمد هستم. خیلی جالب، خیلی جالب، خیلی تشکر میکنم، لطف کردی. خواهش میکنم. من میتونم شعر خودم رو بخونم؟ چرا نمیشه؟ بفرمایید. نخوندم. بفرمایید.
چون آقای دکتر نوری‌اعلی امروز راجع به سکولاریسم و لایسیزه صحبت میکردن، این شعر مربوط میشه. بفرمایید. پایدار جهانی برقرار نمیشه مگر صلح خاورمیانه، صلح خاورمیانه برقرار نمیشه مگر برقراری دموکراسی و لایسیته. حالا همه فکر میکنن که در منطقه خاورمیانه با توجه به سابقه تاریخی و مذهبی و فرهنگی و ژئوپلیتیک و سیاسی اجتماعی مسئله دموکراسی و لایسیته خیلی سخته، ولی نقطه روشن دردناک ولی روشن این وسط مسئله زنانه. و هم اینطوره که همه فکر میکنن باید اول دموکراسی و لایسیته بشه تا پیش بیاد تا زنها به برابری حقوقی و مدنی برسن، در حالی که امروز این اتفاق داره به طور طبیعی به دلیل نیازش میفته. این مثل یک واکنش و معادله شیمیایی یا ریاضی دو طرف است. زنها اگر برای احقاق حقوق تضمین شده خودشون بلندشن که دارن میشن، این به پیوست خودش دموکراسی و لایسیته رو میاره. و چون ایران همیشه کشور پیشرو در منطقه بوده، از ایران به منطقه هم سرایت میکنه. تشکر. سپاسگزارم. آقای دکتر پارا بفرم. خیلی لذت بودم از زوایایی رو که این بانوی محترم و بیننده برنامه مطرح کردن، خیلی جالب بود. به ویژه این که قبلش و همزمان با صحبت ایشون دوباره تو مغزم اومد، این نکته آخری بود که بهش اشاره کردن که خیلی 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 درسته، یعنی نقش زنان به قدری، شاید نمیدونم، به قدری شاید این قضیه بدیهی است و جلوی چشم همه ما هست که نمیبینیمش. یعنی مثل فرانسوی ها یه اصطلاحی دارن که درخت نمیذاره جنگل رو ببینیم، یا این قضیه واقعا هم بدیهی است هم بسیار مهمه و هم موزلی است که مدت هاست ما داریم و تا موقعی که این رو حل نکردیم واقعا هیچ چیزی تو اون کشور حل نخواهد شد. این مسئله دموکراسی، دیالوگ دموکراتیک، اله بله بله فلان، همه این حرفایی که زده میشه و اینها به همه به جای خود، درست، ولی این مسئله از همه مهمتره، مسئله زن. این در چیز هم هست، بوده، فکر نکنید که فقط ما از این لحاظ تافته جدا بافته ایم و فقط ما هستیم که در ایران مشکلی رو داشتیم و نتونستیم زن ایرانی رو درک بکنیم، نیمی از جامعه خودمون رو درک کنیم، بیش از نیمی از جامعه هست. یعنی میدونید فقط مسئله کمی نیست، همه ما مادره که فرزند رو تربیت میکنه، مادره که تأثیر میذاره روی شکلگیری شخصیت فرزند، مادره که تعیین کننده است. و اگر به مادر به عنوان زن، چون قبل از اینکه مادر باشه زنه، اگر به مادر به عنوان زن، اگر به زن بی احترامی بشه، اگر به زن حقوقش نگرفته بشه، اگر جامعه و آداب و رسوم و ارزش‌های واقعا عهد حجر نذارن که زن زنانگی خودش رو زندگی بکنه، زن به زنانگی خودش برسه، زن زنیت خودش رو پی ببره، زنیت خودش رو بسازه. چون همیشه در آداب رسوم ما بوده، میگم اینجا در اروپای قرن 19 هم بوده، شما مثلا در فیلم های میخائیل هانه که روبان سفید خوب میتونید اینو ببینید، پایانش هم شد جنگ جهانی اول، یعنی پایانش شد وردن، فراموش نکنید. در ایران هم این هست، یعنی ما از زن از همون بچگی، دختر بچه بهش میگن که تو باید خانم باشی، خانم باشی، خانم باشی، و چنان ریاکاری در این خانم بودن به عنوان هدف و غایت اون دختر بچه در زندگی، چنان ریاکاری درش هست که معنیش اینه که تو زن نباش، تو زنانگی خودت و زنیت خودت رو فراموش کن تا بهت بگیم خانم. این فشار روحی و فشار روانی و فشار ذهنی، این عدم امکان رشد،
عدم امکان به اصطلاح مزه زندگی رو چشیدن به عنوان یک زن، بعد نسل به نسل منتقل میشه و آثار بسیار سوء خودش رو در جامعه میگذاره. زن فقط نیمی از جامعه نیست، نیمی از بشریت نیست، زن بسیار بالاتر و فراتر و مهمتر و اصلی تر از همه این چیز هاست، نه فقط در ایران، در همه جا. ولی مشکل ما امروز ایرانه، من با مشکلات اروپا کار ندارم، به عنوان یه روشنفکر بهش فکر میکنم، به عنوان، ولی مثلا ایرانه. اینه که تا ایران، در ایران مسئله زن حل نشه، بقیه مسائل شما اصلا فراموش کنید. برای همین فکر میکنم و در سطح کوچک خودم تلاشم اینه که آینده در ایران متعلق به زن ایرانی باشه. اگر آینده در ایران متعلق به زن ایرانی باشد، این احتمال هست که ما بتونیم اون کشور رو بسازیم. اگر نباشد، اون کشور از بین میره. زن نه فقط آینده ایرانه، که زن آینده مرده، زن آینده هستیست، زن آینده زندگیست. داریوش آشوری زبان فارسی رو میدونید، خیلی خوب میدونه و گفت یکی از دلایل، یک مکتبی وجود داره، یه رشته فکری علمی وجود داره که فکر میکنه که، یعنی در بین اهل فن هستن کسانی که فکر میکنن که زن و زندگی هم ریشن، اینقدر زن مهمه. شاه سخن مولوی به نظرم اینه دیگه، میگه زن مخلوق نیست، زن خالقه. زن خالق. من نمیشنم، چون میدونی من شعر متأسفانه شعر کلاسیک و نمیدونم، شما آقای میبودی خیلی خیلی بهتر میدونید، پدر آشوری نوریالا خیلی بهتر، ولی واقعا زن خالق، زنه که خالقه، نه مرد. و این در همه سطوح هست، نسل آدمی در دامن زن هست، در جامعه مادر، در جامعه زن هست که شکل میگیره. آینده مرد در افق و چشمانداز زن هست که شکل میگیره. زن خالقه. آنچه خدایی در انسان هست زنه، نه مرد. در وجود زن. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. سلام جناب. سلام عزیزم، در خدمتتونم. از حضور عرض بشین، من سنم بالاست، از حضور یادم از آل احمد یه چیزایی. بله. یکی اینکه وقتی با خلیل ملکی بود این آقا، حتی وقتی از توده انشاب کرد، واقعا مرد آزاده ای بود از هر نظر، ولی بعدها که این چنین شد. و من میخوام بگم دوستی او با غلام حسین ساعدی که خیلی عمیق بود، یک روزی دو دفعه تبریز آمدن و در یکی در مورد صمد بهرنگی بود که منم بودم و اینا میخواستن به اصطلاح در کافه شفق تبریز نشستن، میخواستن که یک جریانی برای صمد بسازن. من اونجا فهمیدم که خب این مسئله دروغه، چون همون شبی که صمد مرده بود، اون افسری که باش بود اومد با ما در خیابون به اصطلاح ملاقات کرد، تصادفاً گفت که صمد اینجوری غرق شد و نوع غرق شدنش هم کاملا به ما شرح داد. درست میفهمید؟ بله بله قربان، بله بله کاملا. و در مورد عرق‌خوریشون، من شاهد بودم که در کافه شفق در پاساژ محله پاساژ ایشون خورد ویسکی، نه که ودکای نوشجان کردن پیش من. فقط و فقط مخالفت ایشون علاوه بر اینکه خودش ماجراجویی بود، یکی مسئله اون فردید بود که تحت تاثیر یه مقدار با اون بودن، و یکی هم مخالفت فقط با شاه بود، میخواست هر نظر مخالفت خودشو با شاه نشون بده. از به زور من مسائل دیگه داشتم در این مورد که اگه لطف فرمایید دو تهره میکنم.
روزهای اول زندگی اولیش فوق‌العاده خوب، به خصوص با خلیل ملکی بودنش، از دهه چهل یه خورده مسائل این مذهبی اونا یه خورده بدنامش کرد. خواستم اینا رو زور با خیلی لطف کردی، ممنونم، تشکر میکنم از شما. روزی اگر شما را دیدم آقای میبودی خیلی چیزا بیشتر خواهم. ممنون میشم. سپاسگزارم. در ضمن دیدم توی اینترنت نگاه میکردم که کتاب یا جزوهی چاپ شده، یه کتابی به زبان انگلیسی ترجمه گفتگوی من با احمد فردید در برای همین غرب زدگی از این قبیل، و جالبه ترجمه کردن میدونی که از من اجازه بگیرن، ولی خب خوشحال شدم به هر حال با تفکر آدمی آشنا بشید که میگن پدر جد فکری احمدی نژاد. میریم این برمیگردیم گفتگو رو پی میگیریم با آقای دکتر رامین پرهام عزیز. ارادتمند برنامه رو پی میگیریم. آقای دکتر پرهام عزیز بفرمایید. گفته ندارم که به گفته های پیشین بینندگانی که زنگ زدم اضافه بکنم. خیلی لذت بردم، چون دو نفر، همون بانوی محترمی که زنگ زدن هم آقای محترمی که زنگ زدن، نکات خیلی جالبی رو گفتن که من اصلا نمیدونستم راجع به زوایای مختلف زندگی و شخصیت آل احمد، که خیلی استفاده کردم و شخصا منو به خودم ازشون ممنونم. و اشاره که ایشون داشتن به صمد بهرنگی عمیانانم، در مورد رفتن صمد بهرنگی به همراه از دوستانش به رودخانه عرس، شنا در عرس، غرق شدن در عرس، و بعد بلافاصله آقای آل احمد و آقای غلامحسین سعدی اعلام کردن که رژیم، در واقع ماموران رژیم رو غرق کردن و جنجالی به پا شد، و خب همه میدونستن که این ادعا دروغه. خود آقای آل احمد هم میدونست، گفته بود، گفته ما میدونیم خودش غرق شده، ولی باید از این اتفاق استفاده بکنیم علیه رژیم. بریم رو خط دیگه. درود بر شما، بفرمایید. حالا آقای باریک بین از ایران بفرمایید. خدمت جناب آقای پرهام سلام عرض می‌کنم. تصویری که از اون آقا نشون دادیم تو مجلات آلمانی، جناب آقای میبودی، اون آقا اگر کار قبلی خودش مشغول بود هیچ وقت اینقدر سرتیپ به روزنامه‌های آلمان قرار نمی‌گرفت. کاری رو کرد که برادر قطب تایی انجام داد. خیلی از اینا برای اینکه به توجه قرار بگیرن دست این اعمال می‌زنن، اصلا به گفتن نیست. ولی جناب آقای پرهام، این کاش آقای نوری الله تشریف داشتن. آقای نوری علا زمانی به منزل مرحوم پدر آقای پرهام رفته اومد میکنه که آقای پرهام حتی یک جوان خیلی کم سن مثالی بودن. مشکلات آقای نوری علا رو اگر بپرسیم از گذشته با مشکلاتی که امروز آقای پرهام داره مقایسه کنیم، میبینیم مو نمیزنه، هیچ فرقی نمیکنه. دو نسل روشنفکری عیناً در دو جامعه، در دو دوره زمانی متفاوت زندگی کردن با یه مشکلات خیلی مشخص و معین و یکسان. چرا آقای پرهام شما میگی زنان باید آزاد شن تا این مشکلات حل شه؟ خیلی الان فکر میکنه این حرف شما یعنی این چهار قدر و این یک چارک پارچه رو سر زنان ورداری مشکلات حله. در جامعه گذشته که نبود، اما مشکلات پا بر جاست. از پهلوی اول تا امروز 94 سال مشکلات ما همینه دیگه. باید خودمون بیان یه کار تشکیلاتی انجام بدیم، گفتن این مسائل دیگه دوار نمیکنه. همونی که گفتم دیگه، باید لخشیم بریم تو آب، نترسیم از خیس شدن. خیلی ها میخوام برن چه ها بازی میترسن خیلی شد. نه، چرا که شما با آقای نوری علا مو نمیزنه؟ چرا؟ این یه سوال بزرگیه. چرا هیچ اقدامی نکرد این جامعه روشن که فکری برای حل این مشکلات تا حالا؟ هیچ فرقی هم نکرد. تشکر میکنم، ممنون. اول اطلاع غلط تو این مجموع سخنان شما بود. عمر آقای پرهام دراز باد، پدر آقای ایشون حیات دارن و سایه‌شون بلند. بفرمایید آقای پرهام. بله، این درسته، پدر هنوز زنده هستند. و نکته دیگه، نه ببینید، در رابطه با زنان آقای بارکبین ممنون که سوال کردید و چیز، ولی موافق نیستم. ببینید مسئله فقط چارقد، فکر کنم از کلمه چارقد استفاده کردید. زن رو نمیشه فقط به پوششش تقلیل داد،
همونطور که نمیشه فقط به جنبه کمی تقلیل داد نیمی از جامعه. سعی کردم توضیح بدم که از این مراتب مسائل بیشتر بسیار بسیار فراتر است. ببینید اصلا چطور بگم، ما هستیم، ما مردان هستیم که به زنان احتیاج داریم. خیلی صاف و پوسکنده نظر ما در این زمینه بیان بکنم، گفتم برای من در چارچوب باوری من، نظری من، تحلیلی من، با تجربه من، زن آینده مرده. زن رو به چهار قد تقلیل دادن یا زن رو به چه میدونم من و شما آقای باریکبین بشینیم راجب این صحبت بکنیم که زن باید چی بپوشد یا چی نپوشد، خب ما کی هستیم که بخوایم چون این اجازه ای به خودمون بدیم؟ ثانیاً باز هم تکرار میکنم، نه فقط به پوشش، نه فقط به نرخ کمی جایگاه زنان در جامعه، زن از همه اینها جایگاهش فراتره. زن و زندگی ریشه توأم دارن، در ریشه هستی است، خالق. آقای میبودی گفتن از زبان مولانا فکر میکنم، نمیخوام به این صورت مسئله رو بیان بکنم، شاید آقای باریکبین بهتر با ذهن من آشنا بشید و منظور من آشنا بشید. زن رو باید پرستید، فراتر از احترامه. من تلاشم در سطح کوچه خودم این است که آینده ایران متعلق به زن ایرانی باشه و مطمئنم که ایرانی رو که اونها خواهند ساخت، زن ایرانی خواهد ساخت، از ایرانی که من، شما آقای باریکبین و آل احمد ساختیم بهتر خواهد. با شما کاملا موافقم آقای دکتر پرهام عزیز. درود بر شما، بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام عزیزم، بفرمایید. ببینید من اون بحث اول قسمتشون رو دارم صحبت میکنم، یه دفعه من وقت دیدید ببخشید. ببینید آقای پرهام، ببینید رو سطح میلرزن. ببینید شما جناب میبودی، ببینید مسئله آخه جلال آل احمد برآمده از یه این ناسیونالیزم شکل مذهبی پیدا کردی، این همه کودتای 28 مرداد که امثال مثل جلال آل احمد توش چرسازی میکنه. ببینید شما همه رو در نظر بگید، بعد میرید روی روانشناسی. آخو روانشناسی که باید رو سطح داری میرخسی، باید بگید تو عمق مسئله. یه جنگ طبقاتی، یه جنگ اینی که تو کوزه 28 متاد شد، کورستان آریا میری شد، از اون برم که لها حالا احمد توی شخصی میکردن نیرهای چپ و دیگه هم که سرکوب بودن. بعد شما نمیدونم بررسی میکنید روی مسائل دیگه، مثلا چی؟ مثلا اینکه آقای ببین یکی از نکاتی که روش خیلی فکر میکنید، ببینید اون دفعه به من گفته بودی که شما چه درگیری دارید با ناسیونالیسم ایرانی. من میخوام بگم آقا شما که تو اونجا نشستی ناسیونالیسمه، میگه تو ایران تبدیل ببخشید تبدیل میشه به فاشیست، نادانسته میشه این، برای که سرمایه داری تو ایران نمیتونه رقابت بکنی، میکشی کارش به جانی میشه کارش به فاشیست دیگه. اصلا ناسیونالیسم ایرانی که شما مطرح میکنی یه سناریوی ناتوست، یه سناریوی که همون مذهبی بودی که تو انقلاب 57 کنفرانس گواتولا بر ما چیز کرد، این افراد اسلام سیاسی بر ما آورد بیرون. من میخوام اینو بگم، میخوام بگم که همون ناسیونالیسم ایرانی شو. من ببینم آقای میبودی، من یک ساعت دارم یه زنگ میزنم نمیتونم، خیلی از مسائلی که داشتم میگفتم اصلا دستم پریده، نتونستم. خب هفته آینده بیاد، ممنونم، چون یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. دکتر برام یه دقیقه، من دکتر برام بفرمایید. یک دقیقه. بله بله. ببینید بعد شنونده گرامی، ناسیونالیسم یک وجه بسیار خطرناک داره که در اروپا دیدیم، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم از توش در اومد. در ایران وقتی میگیم ملی‌گرایی، اگر این شما کلمه رو بردید ترجمه بکنید به ناسیونالیسم، بعد ممکنه که اشتباهاتی در ذهن صورت بگیره. من وقتی که از ملی صحبت میکنم، منظورم این است که ببینید کشور ما رو مذهب نابود کرد، روشنفکری ما رو مذهب و مارکسیزم نابود کرد. میگویم ایران باید معطوف به منافع ملی خودش
به رفاه ملتش و به حراست و پاسداری از منافع خودش معطوف باشه. این چیز زیادی نیست که از یک روشنفکری یا از یک از سیاسیون ایران ما بخوایم. خاصه در ایرانی که امروز کنترل روی آبهای مرزی خودش نداره، منابع آبی درونی خودش رو نابود کرده، کوچکترین سهمی در بازار نفت سهم تاثیرگذار نداره، کوچکترین تاثیرگذاری در بازار گاز نداره، کوچکترین تاثیرگذاری در پروژه راه ابریشم نوین که 60 کشور آسیایی و خاورمیانه‌ای رو دور هم جمع کرده نداره. دفاع از منافع ملی با ناسیونالیزم تیپ فاشیست اروپایی متفاوته. تشکر میکنم آقای دکتر برهام عزیز. تا برنامه آینده اجازه خدافظی کنیم. سپاس از آقای امیر شهرتی بابت هدایت برنامه. دکتر برهام درود بر شما. سپاس از شما آقای مهدی. درود بر شما.